اتاوا، یک شنبه 13 جون، شما به برنامه زنده رادیو پرواز گوش می دهید. خجالتی میشه مراد برقی، مراد برقی، برو دنبال حباب، مراد برق. چی بود محبوبه؟ هیچ کس. زندگیش یه لحظه خالی، زندگیش یه لحظه خون، زندگیش یه چی میخوای؟ هر کدوم از این حبابا مساویه با یک بار دیدن محبوبه. خب بگو ببینم، تو الان یه صفحه داری فکر میکنی، هنوز یک کلمه هم ننوشتی. آخه من تا حالا نامه عاشقانه ننوشتم شیرفکن. شیرفکن تو اولشو بگو، من تا آخرشو مینویسم. خیلی خوب، بنویس. بنویس تصدقت گردم. تصدقت گردم. شنوندگان عزیز، به شما صبح بخیر میگیم. محمد جان صبحت بخیر. و روی خط هم کامیار عزیز و کتایون ملک مطیعی عزیز رو روی خط داریم. من به شما صبح بخیر میگم و خیلی ممنون که دعوت منو قبول کردین بیایم روی ایر کمی با هم صحبت کنیم. و از همین جا من با آقای ناصر صبوری هم صبح بخیر میگم، چون میدونم برنامه رو دارن مستقیم گوش میدن و خیلی متشکرم که دعوت خانم ملک مطیعی رو قبول کردن و کمی برای ما صحبت کوتاهی خواهند داشت. در خدمت شما هستم خانم ملک مطیعی. سلام، صبح بخیر. ابتدا به تمام شنوندگان و شما دوستان عزیزم، شهریار جان، کامیار جان و محمد عزیز، هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. البته دوست نداشتم به خاطر در واقع درگذشت یک هنرمندی به این شکل، ولی خب دیگه اینم بخشی از زندگیه و
کاریش نمیشه که به هر حال خیلی خوشحالم که منو دعوت کردی. سلام و عرض ادب، امیدوارم که همگی یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشن. من فقط یک سلام کوتاه عرض میکنم و میکروفون رو میسپارم به کامیار جان که سلامی داشته باشن. من هم سلام و صبح خیلی میگم هم به شما همکاران عزیز، هم به همه شنوندگان عزیز، و امیدوارم که در این هوای گرم و تابستانی همه دلماتون گرم باشه و خوش و خرم باشید. بله خیلی متشکرم. میدونم که کاتیانا جان شما با آقای ناصر صبوری در تماس بودید. منم یه سری از قطعات کارهای هنری پرویز کاران رو آماده کردم که در این نیم ساعتی که با هم هستیم بتونیم یک یادبودی از ایشون داشته باشیم، چون میدونم که شاید نسل جدید اونقدر ایشون رو نشناسن، ولی خب نسل اوایل انقلاب، چند سالی بعد از انقلاب و مخصوصا قبل از انقلاب خیلی آشنایی خوبی دارن با کارهای ایشون. من خودم شخصا یادم اون موقع 8-9 سالمون بود، برنامه‌شون هنوز سیاسفید نگاه می‌کردیم، برنامه‌ای که واقعا کار ایشون رو اوورد روی صحنه هنری. بله. سریال مراد برقی و 7 دخترون. بله. درون یک اتوبوس شرکت واحد نزدیک ساعت 9 شب یکی از دوشنبه شب‌های سال 1352 یه زن تو حضرت ابوالفضل براننده یکی بگه تونتر بره، الان مراد برقی شروع میشه. ای بابا مرد دارش تونتر برو دیگه، مراد برقی رو امشب از دست میدیم. ما راننده اتوبوس خود چی کار کنم؟ مگه نمیبینین ترافیک همه ماشین رو دارن بوق میزنن که راه باز بشه؟ اونا هم میخوان برن مراد برقی ببینن. والا زن و بچه خودم هم منتظرن که برسن با هم مراد برقی ببینن. این سبوتاب همگانی هر دوشنبه شب ایران بود آقای ایوب زاده در تهران و همه جای ایران، که ساعت 9 شب که خانه به دوش شروع می شد خیابونهای تهران به قول معروف پرنده پر نمی زد. این دیالوگی هم که من بالا خدمتون گفتم از یکی از مجلات کثیرالانتشار اون زمان برداشتم که میخواست استقبال بی‌نظیر مردم رو از این سریال بگه. به هر سریال خانه به دوش یکی از موفق ترین سریال های اون زمان بود و خلق کارکترهایی که فکر کنم همه ما یادمون هست، مثل خب جعفر آقا زنده یاد، ناصر گیتی جا که پدر خانواده بودن، و حتی تکیه کلاماشون یادتونه یه سری ماشین های مراد برقی می ساختن، بعد یه سری از این صورتک ها بود که پشتش کش داشت اگه یادتون هست، اینا رو همین در واقع توی خیابون ها به فروش می رفت. و کارکترهایی مثل شیرفکن که ایشون قهوه خونه داشتن، آقای ملتفتی که آقای اصغر ترقه بودن و یک دیالوگی داشتن نکن همچینی و رو سرشون شروع میکردن ضرب آهنگ گرفتن بح. که اینا همشون به نظر من از یک ذهن خلاق سرچشمه میگیره و ایشون بسیار بسیار در این کار موفق بودن. پرویز کاردان بعدش سریال های زیادی ساخت، از جمله آدم کاغذی که البته به موفقیت سریال خانه به دوش نبود، مرد اول که سال 55 ساخته شد اون هم جزو سریال های بسیار موفقش بود، سریال تابستان که در سال 1356 ساختن یک سریال نیمه مستند بود در رابطه با یک خانواده‌ای که تابستانشون رو شروع میکنن برای سفر به جاهای مختلف ایران، که هم اتفاقات اون خانواده رو به تصویر میکشید و همین که شهرهای ایران رو به مردم معرفی میکرد، و اون هم بسیار سریال موفقی بود. و یک سریال طنز هم ایشون داشتن به اسم دو و علاوه دو که ایشون مجری این برنامه طنز انتقادی بودن، تقریبا شبیه سریال شبکه صفر بود، البته نه به اون شکل ولی تا یه حدودی شبیه بود، که اونم در زمان خودی سریال خوبی بود چون روی آهنگ های خواننده ها ایشون ترانه های انتقادی که ظاهرن هم بیشتر خود ایشون هم این ترانه ها رو می نوشتن این برنامه رو اجرا می کردن. پرویز کاردان دانش آموخته کارگردانی از انگلستان بود و یه دوره کوتاه کارآموزی هم نمایش های تلویزیونی رو در بی بی سی فرا گرفته بود. برای پرویز کاردان شاید چهره دلپسند سینمایی نداشت و ایشون لکنت زبون هم داشتن در ذهن، ولی هیچ کنوم از اینا مانع از کارش نشد و به نظر من ایشون یک برنامه ساز و کارگردان خلاق و
توانمندی بودن. دلم نمیخواد بگم روحشون در آرامش و شاد و زنده یاد و، چون حتما روحشون شاده، به خاطر اینکه وقتی دل میلیون میلیون ملت رو شاد کردن، این خودش باعث شادی روح میشه و همیشه هم زنده هستن، برای اینکه هیچ وقت نامشون پاک نمیشه. بله خیلی متشکرم. من فکر کردم اگر موافق باشید یه تیکه از اون برنامه تلویزیونی دو به علاوه دو رو من اینجا آماده کردم، اگر موافقید با هم گوش بدیم، برگردیم و ادامه میدیم. حتما. عیدتون مبارک. سال نو بر همه از مرد و زن و پیر و جوان، گنده و چاق و توپل و لاغر و باریک میان، باد مبارک. شکر ایزد که در آغاز چنین سال خوشی، آب اگر نیز شراب هست. برای همه کس دود کباب هست و به اندازه یک شهر خیابان خراب هست، و دریغ است که با این همه نعمت که ما عرضه شده، عمر گرامی به بتالت گذرانیم. دوستان حیف که برنامه ما فرصت این کار ندارد که شما را ببرد گردش و تفریح، وگرنه همه با هم به سوی مزرعه سبز پلاستیکی بسیار قشنگی که من آن را شب این عید خریدم سفری کرده و در سایه این باغ پلاستیکی مسحور کننده دو سه روز کیف می کردیم. خالی از شوخی و دور از همه حرفا، همه بایست بکوشیم که شهر و وطن و کشورمان باز هم آبادتر از پیش شود. پس همه با هم حرکت. صبر کنید، صبر کنید، بنده برم کفش بنده برم کفش بپوشم. کامل جان شما خاطره‌ای دارید یا نسل جدید ما محمد از چه خاطره‌ای دارید شما از پرویز کاردان؟ من فقط خیلی به طور مبهم سریال مراد برقی یادمه و اون کاراکتر قیافش و تیپ اون لباس پوشیدنش و اون ماشینش برای من، ولی خیلی جزئیات اون مراد برقی رو یادم نیست و جسته گریخته کارهای دیگرش رو میدونستی که سازنده سرکار استوار هستم؟ این رو هم میدونستم، من الان که داشتم بیوگرافیشون رو میخوندم متوجه شدم و سرکار استوار یادم هست برنامهش رو میخواد خیلی خنده‌دار بود، در نوع خودشم جالب بود، یه چیز من یه جور نوآوری بود برای خودش، ولی بعد هم دیگه وقتی که اومده بودن بعد از انقلاب خارج از ایران، یکی دو بار کاراشون مصاحبهاشون اینا رو طبق دیده بودم و شنیده بودم، ولی الان که بیوگرافیشون آدم میخونه متوجه میشه که واقعا خیلی نقش بسزایی داشتن توی طبق صنعت سینما و تئاتر ایران. سریال و سینمای ایران. دقیقا. بله محمد جان شما شهریار جان من اطلاعات خیلی کافی از خانم ملک مطیعی گرفتم. خب به مناسبت این که ما موزیسین هستیم، به هر حال بیشتر شاید تا حدودی پیش اومده بود که در گذشته آثارشون رو حالا روی اینترنت یا به شکل سی دی دیده بودم و سرچ کرده بودم، ولی خب اطلاعاتم زیاد کافی نبود، ولی میدونستم که واقعا انسان در زمان خودشون بزرگی بودن و واقعا در سیستم کاری خودشون بسیار استاد بودن. بله هنرمندی بودن که واقعا بعد از شورش یا انقلاب ایران خانه به دوش شدن. دقیقاً بله. و به آمریکا مهاجرت کردم، ولی فعالیت‌های هنریشون رو خیلی میتونم بگم فعالانه ادامه دادن. در تمام بله. رادیو تلویزیون‌ها، تلویزیون‌های مختلف ازشون دعوت می‌شد، مصاحبه می‌کردن، برنامه‌های طنز کوتاه درست می‌کردن و همیشه در حال سفر بودن، یا با هنرمندان سفر می‌کردن یا خودشون برنامه‌های مخصوص خودشون رو داشتن. و میدونم که در شبکه اگر اشتباه نکنم اندیشه رول بسیار بزرگی داشتن.
کردم اینجا. نمیدونم شما صحبت دیگه ای دارین قبل از که یه تیکه از کارهای ایشون رو. من میخوام برگردم به اون مراد برقی، چون داستانش رو شاید خیلی ها ندونن، داستان پرویز کاردان. یه یاقوتی داشت که ماشینش بود، اگه من اشتباه میکنم لطفا سعیم کنید، من دارم با حافظم و چیزایی که خوندم میرم جلو. یادم اون زمان سریال من شخصا خودم دنبال میکردم، خیلی هم که جوان بودیم، ولی به قول شما همون 9 شب دیگه باید مینشستیم جلوی تلویزیون. یک پدری که وضع مالیش بسیار خوب بود، 7 دختر داشت و این عاشق کوچکترین دختر خانواده شده بود و انقدر خجالتی بود و عشق اولش بود که نمیدونست درست جلوی دختره چجوری صحبت کنه و نمیدونست چجوری بره خواستگاری. و یک بارم که صحبتشو میکرد راجع به یک نفر دیگه، پدرش میگو اول باید خواهرای بزرگترش ازدواج کنن تا نوبت محبوبه بشه. فکر کنم محبوبه تا حدی برای هممون اون عشق اولی که هممون داشتیم به خاطرمون میاره وقتی که این برنامه رو نگاه میکنید. و این حالا با هر کلک و زیرکی و دانایی که داشت سعی کرد یه جوری اون 6 تا دختر رو شوهر بده که نوبت خودش بشه و این خیلی جالب بود. میخوان این قسمت رو گوش بدیم، برمیگردیم با هم ادامه میدیم. دوماد مثل ترقه عقبی و آتیشی به مرچه میگه پیشی یکی دیگه از دخترون رفت تو خط شوهردارون محبوب جون خبردار تو همیشه شوهردار با گفته با پیشکشی خانم مراد برقی میشی مراد برقی و 7 دخترون با شرکت مرادخانه برقی گل بلبل سنبول. خب شهریار جان، من خواستم از این تریبون استفاده کنم در واقع تسلیت هم بگم این داغ رو خدمت فرزندانشون. گویا 2 فرزند دارن به نام کیوان و شادی، البته از خانم ملک مطیعی میخوام اگر من اطلاعاتی رو اشتباه میگم اصلاح کنن. و یه چیز جالبی که متوجهش شدم این که همسرشون خانم فرزانه تأییدی هم سال گذشته در لندن فوت کردن. حالا باز اگر اطلاعات من ناقص هست از خانم ملک مطیعی میخوام اصلاح کنم. محمد جان کاملا درسته، آقای کاردان و خانم فرزانه تأییدی در سال 1341 با هم ازدواج کردن. ولی خب بعدش دیگه حالا منجر به طلاق شد و یک پسر از ایشون دارن به اسم کیوان. بعد که خب خانم فرزانه تأییدی با آقای بهروز بهنژاد البته ازدواج نکردن، حالا امروزی ها ازدواج سفید داشتن تا آخرین روز زندگیشون. در ایران هم با هم زندگی میکردن، این هیچ وقت ازدواج رسمی نداشتن. بعد همسر دومشون هم بله یه دختر دارن به اسم شادی، کاملا اطلاعاتتون درسته. البته اینا آقای کاردان در ایران در ابتدا تئاتر کار میکردن. حالا من یه چیزم خدمتتون بگم، من این اطلاعات رو میدم، حالا فکر نکنین من سنم 70 به بالا شده. شما معلومات عمومیتون خیلی بالاتر از بقیه هست. خب یکی میشه شهریار جان به این دلیلی که خب ببین منم مثلا سریال چیز همین مراد برقی خانه بدوش خب خیلی محوی چیزایی یادم، چون منم خیلی کوچیک بودم. دقیقاً. ولی خب یه مسئله که من خیلی خوب اینا یادم مونده به دلیل این که تمام بازیگران خب دوستان پدر من بودن، مثل آقای ناصر گیتیجا، مثل خب از این دوتا 7 دختران نازنین که من حتما یک برنامه دفینه رو قراره به ایشون اختصاص بدم، با یکی از این خانم سرور امجدی اون دختر شیطونه و مسیح تقیپور. خانم تقیپور الان سوئد زندگی میکنن و ایشون یکی از کارگردانان و بازیگران قدرتمند ایران بودن که مهاجرت کردن، که خیلی از دوستان نزدیک پدر من بودن و خب همیشه خونه ما میومدن. یا آقای ناصر گیتیجا، خب ببینید ناخودآگاه وقتی تو یک خانواده باشی خب میدونی که عموت داره فیلم بازی میکنه، خب میشینی نگاه میکنی. و بعدم وقتی میومدن خونه یا ما میرفتیم خونهشون، خب راجع به سریالا، راجع به خاطراتی که اتفاق میافتاد همیشه صحبت میشد. خب اینا یه مقداری بیشتر تو ذهن من باقی مونده به خاطر اون فضایی که در واقع من توش بزرگ شدم. این باعث میشه که یه ذره و اینکه حافظه خوبی هم، حالا خوشبختانه یا بدبختانه، این حافظه خوبم هست همیشه.
و اینا خب جزء از خاطرات دوران کودکی منه که حفظش کردم دیگه. بله. توی سریال مراد برقی که صحبت میکردیم، خانه بدوش یا مراد برقی، دو تا آهنگ، یکی آهنگ ستار خانه بدوش بود که واقعا ستار ستار شد، و یک آهنگ دیگه بود تو دروغاتم قشنگی که ناصر صبوری، این دو تا آهنگ جاودانه شدن. یعنی واقعا هنوز که هنوز مطمئنم خیلی ها وقتی که توی ماشین هستن یا توی پلیلیستشون هست این آهنگ ها رو گوش میدن. میدونم شما صحبتی با آقای ناصر صبوری داشتین، یه مسیج بسیار زیبا برای ما فرستادن، و اصلا چرا این آهنگ در اون سریال پخش شد؟ حالا اجازه بدین قبل از اینکه شما صدای آقای ناصر جان صبوری دوست نازنینم رو پخش کنید، من یک توضیح اینجا خدمتون بدم که حتما. این آهنگی که آقای صبوری خوندن، ناصر جان اجرا کردن، مربوط به سریال نبود. بعد از اینکه این سریال بسیار بسیار موفق شد، یک فیلمی ساخته شد به عنوان مراد برقی و هفت دخترون که الان میگم که شما پخش کردین، تو تبلیغش گفت مراد برقی و هفت دخترون. این ترانه در اون در فیلم مراد برقی اومد بیرون، بعد با سریالش فرق میکرد. ببخشید. حتما اگر موافقید بریم پیغام ایشون رو گوش بدیم، اون آهنگ رو هم من بعدش پخش میکنم، برمیگردیم با هم خداحافظی میکنیم راجع به این قسمت. با درود به شما عزیزان، ناصر صبوری از هنرجویان سابق هنرستان عالی موسیقی ایران و کارمند سابق رادیو تلویزیون ملی ایران و کارمند سابق تالار دکی گذشته هستم. در اینجا در گذشت این هنرمند نامی، این هنرمند تکرار نشدنی، پرویز کاردان را به ملت ایران و به ویژه همسر نازنینشون بانو کاردان تسلیت عرض میکنم. افتخار آشنایی من با پرویز کاردان از اونجای شروع شد که ترانهی به نام تو دروغاتم قشنگه از ساخته های ایرج جنتی عطایی و آهنگسازی بابک بیات اجرا کردم. این آهنگ که مورد استقبال و علاقه زندگیات پرویز کاردان واقع شد و از من خواستن که کپی این ترانه رو در اختیارشون بذارم که در برنامه تلویزیونی و سینمایی خودشون استفاده کنن، که من با کمال میل در اختیارشون گذاشتم. پرویز کاردان فقط فیلمساز، فقط کارگردان، فقط هنرپیشه نبود. او یک جامعه شناس ماهری بود که به راحتی میتونست با مردم ارتباط عاطفی برقرار کنه و با زبون آنها صحبت بکنه، و به خاطر همین بود که ملتی او را دوست داشتن و عاشقش بودن. روحش شاد، یادش همیشه گرامی. در اینجا از دوست نازنینم کتایون ملک موتیی، موسیقیدان ارجمند گرامی، نویسنده، مجری، و همینطور از دوست عزیزم شهریار ایوبزاده، تهیه کننده این برنامه، سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادن. شعرهای کتاب مدرسه، همه ی حرفاتو از بر میدونم، قصه هایی که میخوای بگی به من روزی صد بار تو کتابم میخونم. وقتی پای عاشقی میون میاد، همیشه صحبت قصه و همه کوچولوی خوش زبون به من بگو، همه ی حرفا چرا مثل همه، تو میگی بدون من دنیا برات زندونه تنگ، من میگم بگو عزیزم تو دروغاتم قشنگه. شنونده عزیز صبح شما بخیر، روی خط زنده رادیو پرواز هست. سلام عرض میکنم، واقعا میخواستم بگم خسته نباشید به خاطر این برنامه قشنگی که به خاطر یاد آقای کاردان که واقعا روحشون شاد، به قول خانم ملک باقی همیشه روحشون شاد خواهد بود،
من یه خاطره ای داشتم از آقای کارنو خواستم تعریف کنم، چون برمیگرده به دوران جوانی. البته فکر نکنید سن منم خیلی زیاد آمده، نه منم جوان بودم، ولی یادمه که ایشون خواننده‌شون در خیابان فرح تهران بود، فرح شمالی، و یاقوت رو پاک میکردن جلوی خونه شون. یه روز که من با دوستانم رفته بودیم اونجا با یاقوت عکس یادگاری بگیریم، ایشون از خونه اومد بیرون و ایشون این عکس رو از ما گرفت. بح بح بح. و با مهربونی خیلی خاصی، واقعا روحشون شاد. و ممنونم از برنامه قشنگی که شما. ممنونم از شما که زنگ زدید، واقعا خاطره خیلی خوبی بود. من که سلام میکنم به این شنونده عزیز که همیشه یکی از طرفداران برنامه دفینه است و همیشه هم لطف میکنن، تماس میگیرن. من یک صحبتی بکنم راجع به اون جایی که ایشون میگن در خیابان فرح شمالی میدون پالی. منزل ایشون اونجا نبود. آقای منصور پورمند، کارگردان سریال تلخ شیرین، چون آقای پورمند، منصور پورمند، پرویز کاردان و آقای پرویز صیاد با هم شروع کردن به. دفتر کار آقای منصور پورمند در خیابان فرح شمالی و میدان پالیزی بود. خب به طب اینا چون سه تا با هم دیگه کار میکردن، این ماشین یاقوت همیشه اونجا دم در بود، به خاطر اینکه دفتر سینمایی بود. من رو گفتم بگم خدمت این دوست نازنینمون که خونه آقای کاردان اونجا نبود تا اونجا که یادم میاد. راجب نویسنده هاش میخواستم بگم، چون به نظر من خیلی نکته مهمیه. یک نویسنده اصلی داشت که آقای احمد بهبهانی زنده یاد بودن، که پدر ایشون از روحانیان قبل از انقلاب بودن که متاسفانه ایشون رو اعدام کردن، پدرشون رو، که به خاطر اینکه ایشون همیشه برای شاه دعا میکرد، در حال این روحانی رو اعدام کردن. آقای مهدی قریشی بودن، آقای پرویز خطیبی و شاعر بزرگ ایران ایرج جنتی عطایی، کسایی بودن که سریال مراد برقی رو می نوشتن. من دوست داشتم که نکترم بگم که این یادی هم از عزیزان کرده باشید. بله، خیلی متشکر از شما کاترین جان، براتون تعطیلات خوبی رو آرزو می کنم. این آهنگ تو دروغاتم قشنگی رو کامل نتونستیم گوش بدیم، گوش بدیم، برمیگردیم و با کامیار میخوام کمی راجع به دنیای ورزش صحبت کنیم. پس من دیگه ازتون خدافظی میکنم، خیلی ممنون از دعوتتون. متشکرم از خدا نگهدار. خدا به من روزی صد وقت کتاب میخونم، وقتی پای عاشقی میون میاد همیشه صحبت قصه با همه کوچولوی خوش زبون به من بگو، همه یه حرفا چرا مثل همه، تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگ، من میگم بگو عزیزم تو دروغاتم قشنگه. واسم از فردا و پس فردا میگی، واسم از یه خونه یه گرم و کوچیک، واسم از بازی بچه ها میگی، ولی فردا میدونم چی پیش میاد، آخر کتاب یه جوره همیشه، همه یه بهانه ها مثل همه، همه یه عشقا یه جور تموم میشه، تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه، من میگم بگو عزیزم.